سر خط خبرها. نهایی شدن جزئیات گفتگوهای میان افغانان در مشورت با رئیس جمهوری. آتش بس مهمترین خاص طرف افغانستان در گفتگوی رو در رو با طالبان خواهد بود. هیئت مذاکره کننده امروز از جهات مختلف آمادات تر است تا به میز مذاکره بنشینه. انفجار روزانه دست کم یک ماین مغناطیسی در گوشه و کنار پایتخت. در یک ماه پسین دست کم 37 ماین مغناطیسی در پایتخت انفجار کرده و 23 ماین دیگر کشف شده است. هر شهروند ترس از دیده داره که از یک موتر دولتی گذر کنه و یک ماین چسبکی یا چیزی. تصمیم کابینه برای کاهش 50% هزینه های محافظت از رجال برجسته. سند تقنینی توزیع موترهای زرهی هم بازنگری خواهد شد. خاکسپاری سیاستمدار و نویسنده نامدار کشور در کابل. وزارت اطلاعات و فرهنگ اثرهای این چهره فرهنگی را زیر ماشین چاپ خواهد برد. به گونه ای که لایق به شأن ایشان باشد چاپ و مدیریت. ثبت نخستین واکسین کرونا در جهان به نام روسیه. پوتین جواز تولید داد. به نام خدا و با عرض سلام، با مهمترین های خبر از یک با من نسیم جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. هیئت گفتگو کننده صلح تمامی جزئیات گفتگوهای میان افغانان را در مشورت با رئیس جمهوری نهایی کرده است. یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح در آستانه سفر به قطر میگوید که پایان جنگ و آتش بس مهمترین موضوع بحث آنان در این گفتگوها خواهد بود. همزمان با این، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگوهای میان افغانان خبر داده است. پس از امضای فرمان رهایی 400 زندانی طالب از سوی رئیس جمهور غنی، دوباره تمام چشم‌ها به دوحه پایتخت قطر دوخته شده است. حکومت می‌گوید که مرحله اداری آزادی زندانیان طالب رو به پایان است و حالا نوبت طالبان است که به تعهدهایشان عمل کنند. مهم خدا باشی در لوی جرگی دوغستان و پراساس بندید. د افغانستان حکومت د څلور سوه بندیان خوشي کي او ولسمشر دا فرمان لاسلیک کي. نور د امنیت شورا تخنیکي ټیم به پر دې باندې کار کي او زه په دې باور لرم چې ډېر ژر به د خوشي کېدو د لړۍ پیل سي. امیدواری مایی است کې در اولین فرصت هیئت مذاکره کننده افغانستان سفر بکنه و طالبا حاضر شوند که با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بحث و مذاکرات را آغاز بکنه. با این حال شماره از عضوهای هیئت گفتگو کننده صلح در آستانه سفر به قطر میگویند که تمامی جزئیات گفتگوهای میان افغانان را در مشورت با رئیس جمهور غنی نهایی کردند. آتش بس و پایان جنگ از مهمترین موضوعهای این گفتگوها خواهد بود. امروز به تازگی با رئیس جمهوری افغانستان صحبت تفصیلی داشتیم که دیدگاه های ایشان هم دریافت کردیم. در واقع هیئت مذاکره کننده امروز از جهات مختلف آمادات تر است تا به میز مذاکره بنشینه و موضع خود را بیان بکنه. از دولت مدارایی که امروز به پروسه صلح به ملاقات بین الافغانی اشتراک میکنند، ما از اونا تقاضا داریم که اینها موقف خود را به خوبی با یک درایت خاص با قاطعیت باید نگاه کرد. در این سو ایران، چین و ناتو به گونه جداگانه از پیشرفت‌های پسین در روند صلح استقبال کردند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با استقبال از تصمیم جرگه مشورتی صلح گفته است که تهران آماده میزبانی از گفتگوهای میان افغانان است. چانه‌زنی‌ها برای راضی کردن طالبان برای حاضر شدن به میز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان ماها زمان برد. حالا که آغاز این گفتگو مسلم و شدنی به نظر می‌رسد، اما پیداست که دو طرف برای ادامه روند راه طولانی و پرخم پیچ را در پیش دارند.
طالبان باید هر چه زودتر موضوع خود را در گفتگوهای میان افغانان روشن کنند. گروه جهانی بحران میگوید که طالبان تاکنون بحث‌های مقدماتی انجام داده، اما برای رسیدن به یک اجماع در مورد آینده هنوز مسیر طولانی در پیش رو دارند. در این گزارش آمده که برای موفقیت گفتگوهای صلح نیاز است که طالبان یک چشم‌انداز سیاسی روشن و منسجم را برایشان تعیین کنند و آنچه که از دید این گروه در قانون اساسی به سیستم سیاسی کنونی افغانستان تغییر کند باید یک موضع روشن داشته باشند. این نهاد جهانی از امریکا و سایر متحدان افغانستان هم خواسته که برای دوره انتقال قدرت در افغانستان باید بسته تشویقی در نظر داشته باشند. در یک ماه پسین دست کم 37 ماین مغناطیسی در پایتخت انفجار کرده است. یک منبع امنیتی با تلویزیون یک تایید می کند که در همین مدت 23 ماین دیگر هم کشف و خونسا شده و 6 ماینگذار هم بازداشت شدند. بر بنیاد آمار فرمانده پلیس کابل در نتیجه این انفجارها دست کم 29 تن به شمول نظامیان و غیر نظامیان در پایتخت کشته و یا هم زخمی شدند. شکیب مولوی زاده جزئیات می‌دهد. 37مین انفجار در پایتخت در یک ماه پسین. این انفجار صبح امروز در ناحیه 11 شهر کابل جان یک تن را گرفت و دو تن دیگر را هم زخمی کرد. گویی این انفجارها رفته رفته برای شهریان کابل عادی می شود. بر بنیاد آمار یک منبع امنیتی به تلویزیون یک، تنها در یک ماه پسین 37 ماین مغناطیسی در کابل انفجار کرده که به کشته شدن 9 تن و زخم برداشتن 20 تن دیگر انجامیده است. اما در همین مدت 23 ماین هم خونسا شده و 6 ماین گذار هم بازداشت شدند. بارها شاید از این رقم طرح بوده، اما هیچ تغییرات در اوضاع امنیتی افغانستان تا بخصوص کابل ایجاد نشده. بارها گپای خود تکرارن بر ما گفتن. هر شهروند ترس از این داره که از یک موتر دولتی گذر کنه و یک ماین چسبکی یا چیزی انفجار نکنه. انتقاد کلان همین است که همین 3 هفته پیش وزارت داخله از طرح و اجرایی کردن میثاق امنیتی پایتخت خبر داد که بر بنیاد آن میزان تهدیدات امنیتی در پایتخت باید به گونه چشمگیر کاهش می‌یافت. راهکارهایی که سنجیده میشه برای تطبیق از او پلان تدابیری لازمی که باید قدم به قدم تطبیق شود، اون پلان تدابیری همیشه نه قسم داشته باشه. متاسفانه اون پلان‌های تدابیری برای مردم درست توضیح نمیشه و پلان در سطح پلانای کلان در سطح کاغذ یا دوسیه باقی میمونه. وزارت امور داخله در این مورد چیزی نمیگوید. نگرانی های امنیتی پایتخت نشینان تنها به انفجار ماین ها خلاصه نمی شود. جرایم جنایی و قتل های هدفمند نگرانی دیگر شهریان کابل است که در ماه های پسین افزایش چشمگیر داشته است. کابینه در نشست تصمیم گرفته است که هزینه های دولت برای رجال برجسته تا 50% کاهش یابد. ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که نشست دیروز کابینه نهادهای مربوط را موظف کرده که در کنار کاهش هزینه های رجال برجسته سند تقنینی توزیع موترهای زرهی را هم بازنگری کنند. دیدبان شفافیت افغانستان تورم تشکیلاتی در سطح رهبری به شمول معینیت‌ها را باعث ضایع شدن منبع‌های گسترده می‌داند و تاکید می‌ورزد که باید زودتر از این به آن رسیدگی می‌شد. شهروندان کشور هم از هزینه‌های میلیونی برای نگهبانی از رجال برجسته انتقاد می‌کنند. نشست کابینه حکومت در یک اقدام تازه فیصله کرده است که هزینه های میلیونی دولت برای رجال برجسته کم از کم تا 50% کاهش یابد. همین چند روز پیش معاون نخست ریاست جمهوری در پاسخ به انتقادها از هزینه های میلیونی لوی جرگه مشورتی سال از هزینه سالانه 4 میلیارد و 200 میلیون افغانی تنها برای نگهبانی از رجال برجسته پرده برداشت. کابینه هم دیروز تصمیم گرفت که هزینه ها برای رجال برجسته تا نیم کاهش یابد و سند تقنینی توزیع موترهای زرهی به این افراد هم بازنگری شود. برخی حقوقدانان به این باورند که در این مورد کارشیوه های واضح وجود دارد. نای اینمی وضاحت اونمو بودجه تعیین میشه و او بودجه مصرف میشه و زمانی که دوباره هم امو گزارش به پارلمان باید ارائه شود از بودجه، این مورد باید در کل مشخص باشد. دیدبان شفافیت افغانستان
تورم تشکیلاتی در سطح متوسط پایین و رهبری به شمول معینیت ها و ریاست ها را عامل بنیادی ضایع شدن منبع های گسترده پولی می داند و تاکید می ورزد که باید خیلی پیشتر حکومت به این موضوع رسیدگی می کرد. این تورم تشکیلاتی بالاخص در سطوح رهبری مانند معین ها و رؤسا ضربه بزرگ مالی و اداری به دولت افغانستان زده است. باور آگاهان نظامی بر این است که در وضعیت کنونی نیاز است تا این هزینه ها بیشتر از 50% کاهش یابد. اینجا رجال برجسته اصلا در دولت در قوانین افغانستان تعریف داره. ولی در اینجا رجال برجسته تعریف نداره. شما میبینید که یک طفل یک کشتک میبره یک کلاشنکوف در دستش در شهر فایر میکنه و هم محافظت میشه. پشت سر از اون 5 نفر میدوه به نام رجال برجسته. شهروندان هم در پیوند به هزینه های هنگفت برای محافظت از رجال برجسته منتقد تند حکومت هستند. لاس موتر ورپسی و بادیگاردان و رو را بادیگاردان دی ورپسی و آقا جیگ و قیمتی موتر دی ورسرا دا بیزای مرد دا دمک پو امنیت باندی دمک پو اردو باندی دمک پولیس باندی دا مصرف کی دولت خیلی کلال نکنه. شما ببینید کشور خارج یک سطر آدم رئیس جمهور خودش گپ نزنه. اینجا ببینید که سخنگوی داره، معاون سخنگوی داره و فلان و همان دهی غریبی خرج دولت زیادتر میکنه. از کل بودجه عادی امسال که 289 میلیارد افغانی است، نزدیک به 1.5% آن تنها هزینه نگهبانی از رجال برجسته می شود. سلیمان لایق از چهره های مطرح سیاسی و فرهنگی کشور امروز در کابل به خاک سپرده شد. اشراک کنندگان در مراسم خاک سپاری آقای لایق او را فرد تأثیر گذار در عرصه های سیاسی و فرهنگی دانسته و از کارنامه های او به خوبی یاد می کنند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشت سلیمان لایق را ضایعه بزرگ به کشور دانسته و از چاپ اثرهای او سخن می گوید که تاکنون اقبال چاپ نیافته است. سلیمان لایق از اثر زخم هایی که سال پار در انفجار در شش درک کابل برداشته بود هفته گذشته در آلمان درگذشت. در یک مراسم ویژه پیکر سلیمان لایق مرد فرهنگی و سیاسی را بردوش می کشند. سلیمان لایق شاعر، نویسنده، سیاستمدار و اکادمیسین افغانستان روز اول عید قربان در سن 90 سالگی در آلمان درگذشت و پیکرش به کابل منتقل شد. صدها تن از چهره های سیاسی و فرهنگی گرد آمدند و نماز جنازه اش را در مسجد عیدگاه ادا می کنند. لایق در سال 1309 در ولایت پکتیکا زاده شد و یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. آقای لایق به عنوان وزیر اقوام و قبایل و نیز رئیس اکادمی علوم افغانستان کار کرده است. با زبانهای ملی پشتو و دری و شعر می سرود. شخصیت سیاسی داشت و معاون جناب دکتر سبه نجیب الله شهید بود و با پاکی و با پاک دمانی کار کرد و در عین زمان عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق او زمان و شخصی بود فقیر طبیعت. سلیمان لایق سالهای پسین زندگیش را بیشتر در افغانستان سپری کرد و از فعالیت‌های سیاسی به گونه کنارگیری کرده بود. دوباره به وطن برگشت و عمیق حساب جایی شد. یعنی دیگه علاقه مندی برای پس برگشت به اروپا نداشت. آل هم پیش از این که نزدیک به انجام زندگیش شد تمام تشویششی بود که مرا در اینجا دفن نکنه. لایق در زندگی شخصیش آدم بسیار متواضع، آدم بسیار بسیار مهربان و آدمی بود که به اطرافیانش همیشه امید میبخشید. تأکید لایق برای خانواده، اطرافیا و وابستایشی بود که باید تا جایی که ممکن است بیاموزند. شماری از تأثیر شخصیت او بر زبان و ادبیات دری و پشتو سخن میگویند و سلیمان لایق را فرد ملی‌گرا میدانند. در هیواد دورستی و شپیتو او اویا لسیزو ولولیز شعر، ادب او پنزونی هغه کلکی چی ده پرانیسته و د پتلولو سره وتړل شول. وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ سلیمان لایق را ضایعه بزرگ می داند و تعهد می سپارد که اثرهای چاپ ناشده او را چاپ خواهد کرد. میراث فرهنگی این بزرگوار را، این چهره شاخص فرهنگی و ادبی را به گونه ای که لایق به شأن ایشان باشد چاپ و مدیریت کند. بادبان
سپرغک، جانغز، دعباسین سپید، کشتی، کیسه او افسانه اثرهای معروف سلیمان لایق دانسته می شود. سلیمان لایق از سیاستمداران و شاعران نامدار افغانستان یک سال و چند ماه پیش در شجدرک کابل در حمله زخمی شد و پس از او هم مدت طولانی در بستر بیماری به سر می برد که سرانجام چند روز پیش در آلمان درگذشت و امروز پیکرش در اینجا در تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. در پنجمین ماه از سال آموزشی کابینه سرانجام فیصله کرد که برخی دانش آموزان مکتب‌های دولتی و خصوصی می توانند دوباره به مکتب بروند. در مکتب‌های دولتی تنها صنف‌های 11 و 12 و در مکتب‌های خصوصی همه دانش آموزان اجازه یافتند به صنف‌هایشان برگردند. دانش آموزان یکی پس از دیگری وارد مکتب می شوند. برای نخستین بار در سال جدید آموزشی. اینجا در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل ظاهراً تمامی موردهای بهداشتی در نظر گرفته شده. دانش آموزان برای دریافت مواد درسی به مکتب آمدند. از چهره‌اش معلوم است که از شروع شدن مکتب خرسند است. یار خوش است این مکتب شروع میشه. درس‌های ما دوباره پس از صنف خود آمدیم. درس می‌خوانیم. از مکتب‌های خصوصی دولتی خواهش می‌کنیم که نکات سی و بهداشتی را مراعات کنند و مکتب‌ها را آغاز کنند. خیلی وقت شد که مکتب شروع نشد و خوب است که شروع شد تمام مکتب‌ها. در بین صنف‌ها پس از آن باز شد که روز گذشته کابینه افغانستان فیصله کرد بخشی از دانش آموزان دوباره به مکتب بروند. اما در زمان‌های گوناگون و با رعایت سفارش‌های بهداشتی. بر بنیاد طرح تازه دولت، از اول سنبله درس حضوری صنف‌های 11 و 12 مکتب‌های دولتی و صنف‌های 7 تا 12 مکتب‌های شبانه و همچنان از صنف اول تا 12 مکتب‌های خصوصی از سر گرفته می‌شود. یگانه نهادی که طرح مشخص و برنامه داشت برای بازگشایی مکاتب خود، او مکاتب خصوصی بود روی 10 مکانیزم. که پوشیدن ماسک بود، دستکش بود، فاصله بود، دستشویی بود، کلینیک بود. اینی مواردی بود که با اولی تبسنج بود. این طرح را ما با وزارت صحت عامه راهی کردیم. وزارت صحت عامه ایره تایید کرد. مطابق اینی میکانیزم مکاتب خصوصی دروازه خود باز میکنند. این طرح در سراسر افغانستان اجرایی میشود. اما وزارت معارف در پیوند به این پرسش که چرا همه دانش آموزان به مکتب نمی روند می گوید امکانات برای مدیریت کل دانش آموزان و مسئول ماندن آنان در دست نیست. وضعیت استرار است، باید یک نفر شاگرد در یک چوکی و یک میز بنشینه و استفاده بکنه از میز چوکی. بنابراین فضای بیشتر نیاز است. وقتی فضا بیشتر نیاز میشه ما مجبور هستیم که دوره های تعلیمی را کمتر بسازیم. در پی شیوع کرونا در افغانستان، صدها هزار دانش آموز از رفتن به مکتب باز ماندند. یونیسف در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که 12 میلیون کودک بر اثر جنگ و شیوع کرونا از آموزش و پرورش محروم شدند. با این وجود، شروع دوباره برخی مکتب‌ها امیدواری‌ها را برای پایان این بحران نفسگیر در افغانستان بیشتر کرده. بحرانی که دانش آموزان افغانستان را هم زیر سایه اش گرفت. نظامیان پاکستانی در 5 ولسوالی مرزی ولایت کنر در خاک افغانستان حصارکشی کردند. شمار از عضوهای شورای ولایتی کنر می گوید که نظامیان پاکستانی بیشتر بخش‌های کلیدی این ولایت را حصارکشی کردند. همزمان با این مقام‌های محلی از آغاز تلاش‌های سیاسی برای بازپسگیری این بخش‌ها از پاکستان خبر می‌دهند. حصارکشی مرزی در خاک افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی به یک روند معمول تبدیل شده و حکومت افغانستان نسبت به آن ظاهراً ساکت است. نظامیان پاکستانی پس از موشک پرگانی های پسین در بخش های از ولایت کنر اکنون در بخش های از این ولایت در خاک افغانستان حصارکشی را آغاز کرده است. باشندگان محل میگویند این حصارکشی مرزی در ولایت کنر از سوی نظامیان پاکستانی باعث شده تا تعداد از خانواده های افغانستانی در آن سوی مرز قرار گیرند.
برخی عضوهای شورای ولایتی کنر هم میگویند که نظامیان پاکستانی اکثر بخش‌های کلیدی پنج ولسوالی کنر را حصار کشی کردند. دغه موږ سره دی نقاطو کې چې کلوړي ژوند کوو دا کړې راپاسې کړلې راغلې بې ځایه شولې صحیح تخلیه کړلې د پاکستان نظامي ځواکونه زموږ په کلو باندې زموږ په خاورو باندې په ځنګلونو باندې او په ټولو اراضیو باندې لګیا دی تجاوز کوي او مخې ته را روان دي د کونړ 268 کیلومتره خاورې تقریبا د غالیانې پې وغځو. باشندگان ولایت کونړ حکومت را در برابر این اقدام پاکستان به بی‌پروایی متهم می‌کنند. اینان میگویند بخش هایی که در گذشته مرکز های مهم و کلیدی ولایت کنر در مرز مشترک با پاکستان بوده، حالا نظامیان پاکستانی در این بخش ها برای خود تاسیسات ساختند. تی خپلوی نه خواشویدی خواشویدی زکه دغه یو قوم یو ورور یو بدن نو وس دغه تک را تک دیستونز من شو یعنی تر دې چې خادی کی خو بزت څه وشي خو په مړ کې خو سم نه کیږي باید سړی ورشل ته دوی منګال ته ورشو وې دلته راشي سلام ته من خپل تللی سوال ته من دغه ساحه چی ګولې دل بی خید دی لوی سین په یخ کې دا سمی خالدار دی تیر کړی دی. اما مقام های محلی کنر ادعاها در مورد پیشرفت نظامیان پاکستانی در داخل خاک افغانستان را رد می کنند. در کندتر موضوع و عمومی موضوع در کنر سربیر در حوات پنور سیمو که در موضوع را منتشه بیده کنر که تازه دستی تحرکات نوی ترسترگوشی او ترسترگوشی امنیتی زواکون اولیسی مخلیسی. پیش از این نظامیان پاکستانی در ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار نیز گذرگاه مرزی ساخته بودند. ترافیک سنگین در بیشتر جاده های اصلی پایتخت کابل نشینان را با چالش های زیاد روبرو کرده است. باشندگان کابل مسئولان شهرداری و ریاست ترافیک را به کمکاری و بی‌توجهی در این زمینه متهم می کنند. داستان همیشگی کابل، صدای پیهم بوق موترها و راهبندان های طولانی. ترافیک سنگین یکی را از کار می اندازد و دیگری را از درس و دانشگاه. در برخی روزها به خصوص روز بزرگداشت از مناسبت‌های ملی این وضعیت جدی‌تر می شود. وضعیتی که در موردهای حتی مانع رسیدن به موقع بیمار به بیمارستان شده و جان او را گرفته. هر جا که ما میریم بعضی جاها ما 2 ساعت 1.5 ساعت بند میمونیم. از وقتی 1.5 ساعت یک مریض داشته باشی خود چی حالت به شفاخانه نمیرسیم. کس نه دوست خودم میشناسه نه بیگانه را بس مدا پیشرفت است و دریوری است و سبقت است. هر کس هر کار که دلشان شد میکنه خلاصه هیچ نظم ترافیکی رعایت نمیشه و تطبیق هم نمیشه. گرچند ریاست ترافیک پرشمار بودن موترها در جاده های پایتخت را دلیل این مشکل میخواند، اما در بیشتر جاده ها از چراغ‌های ترافیکی سالم و رعایت قانون ترافیک خبری نیست. اینجا سرک قلعه نجارها در ناحیه 11 بیشتر از این که به یک جاده موترو بماند به یک پارکینگ میماند. موترهای پارک شده حدود نیمی از جاده را گرفته است. جاده هایی که ما به اختیار داریم متاسفانه توسط تعداد افراد بی‌بضاعت و غریب تصرف شده در اونجا کراچی ها وجود داره. شهرداری کابل بارها از برنامهش برای حل مشکل دستفروشان در جاده های پایتخت گفته، اما هنوز که هنوز است این مشکل پابرجاست. شهرداری کابل طبق معمول بر اساس پلانی که داره به شکل روزمره در بخش تنظیم کراچی ها و دستفروش ها هم وظایف خود را انجام میده. تراکم بیش از حد نفوذ در پایتخت نیز یکی از عامل‌های اصلی راهبندان و ترافیک سنگین یاد می‌شود. به گفته یک کارشناسان در حالی که زیرساخت‌های در نظر گرفته شده برای کابل ظرفیت پذیرای 1 میلیون جمعیت را دارد، اما بر اساس آمارهای رسمی حالا دست کم 5 میلیون تن در کابل زندگی می‌کنند. در خارج از کشور روسیه نخستین واکسن کرونا را تولید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید 2 ماه پس از آن که کشورش واکسن کرونا را بالای انسانها آزمایش کرد، با عنوان نخستین کشور در جهان جواز تولید این واکسن را صادر کرده است. حدود 8 ماه پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، روسیه اعلام کرده که نخستین واکسن کرونا را تولید کرده است.
Добрый день, уважаемые коллеги. رئیس جمهور روسیه تولید واکسن کرونا در این کشور را یک لحظه تاریخی برای جهان خوانده و گفته تولید این واکسن تمام آزمایش‌های لازم را پشت سر گذاشتانده است. یکی از دخترانم واکسن دریافت کرد. در واقع او در روند آزمایش واکسن کرونا سهم گرفت. پس از دریافت اولین واکسن درجه حرارت بدن او 38 بود. می‌دانم که کاملا مؤثر عمل می‌کند. مسئولیت قوی را تشکیل می‌دهد. تکرار می‌کنم که این واکسن همه بررسی‌های لازم را پشت سر گذاشته است. وزارت بهداشت روسیه این واکسن را تایید کرده است. وزارت بهداشت روسیه تاکید می کند که در گام نخست کارمندان صحی و آموزگاران می توانند به گونه داوطلبانه این واکسن را دریافت کنند. ما مرحله به مرحله استفاده از واکسن را شروع خواهیم کرد. نخست ما دوست داریم واکسیناسیون را به افرادی که با افراد آلوده در محل کار در تماس هستند پیشنهاد دهیم. اینها کارمندان پزشکی هستند. نخستین واکسن کرونا در جهان در حال از سوی روسیه تولید شده که شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان امروز به صورت رسمی از مرز 20 میلیون نفر گذشت. بر اساس معلومات سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر تلاش برای تولید واکسن در جهان جریان دارد که دست کم 4 مورد آن در مرحله سوم یا آزمایش روی انسان قرار دارد. محافظان امنیتی کاخ سفید شخص را که ظاهرا قصد وارد شدن به ساختمان کاخ سفید را داشت با ضرب گلوله زخمی کردند. این رویداد زمان رخ داد که دونالد ترامپ در نشست خبری روزانه مربوط به گسترش کرونا در امریکا در حال صحبت کردن با خبرنگاران بود. ترامپ به درخواست نیروی امنیتی به دلیل تیراندازی در اطراف کاخ سفید از سالن خارج شد. او اما دقایق بعد دوباره در مقابل دوربین خبرنگاران ظاهر شد و گفت تیرانداز توسط پلیس زخمی شده و وضعیت تحت کنترل سرویس مخفی کاخ سفید قرار دارد. بال هم مهمترین های ورزش با ظاهر نوری. شمار از جوانان و عضوهای تیم ملی کوهنوردی برای گرامی داشت از روز جهانی جوانان به کوههای هندوکش و بابا رفتند. 8 تن از این ورزشکاران قله 4200 متری کوههای هندوکش را در شمال پنجشیر فتح کردند. از میان این ورزشکاران 4 تن آنان به مدت 2 روز مسیرهای خم و پیچ را پیمودند و خودشان را به قله های کوه بابا رساندند. فدراسیون کوهنوردی کشور از ایجادش تاکنون دستاوردهای چشمگیری در رقابت های جهانی نداشته است. مرحله 1/4 نهایی لیگ فوتبال اروپا شب گذشته با صعود تیم‌های منچستر یونایتد و انتر میلان ادامه یافت. در این بازی‌ها که بگونه همزمان برگزار شده بود، منچستر یونایتد با تک گل فرناندز در دقیقه 95 از صد کوپنهاگ دنمارک گذشت و صعودش را به دور نهایی قطع کرد. در دیگر بازی تیم‌های انتر میلان و بایر لورکوزن به مسافه هم رفتند که این دیدار 2-1 به سود انتر میلان به پایان رسید. بارلا و لوکاکو گل های انتر میلان را به ثمر رساندند و تک گل لورکوزن توسط هاورتز زده شد. در بازی های امشب بازل با شاختار دونتسک و ولورهمپتون با سویا به میدان می روند که برنده این بازی ها حریف انتر میلان و منچستر یونایتد در نیمه نهایی خواهند بود. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.